وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در جلسه دو روزه خود در بروکسل درباره های امنیتی در جهان از جمله برنامه اتمی و موشکی بالستیک و رفتار بی کننده جمهوری اسلامی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. مقام های آمریکایی بر سیاست فشار اقتصادی حداکثری بر تهران برای روی آوردن به گفتگو تاکید گذاشتند. مارک اسپر کفیل وزارت دفاع آمریکا تمامی رفتارهای جمهوری اسلامی را تهدیدی بین المللی خواند. اقدامات تهاجمی ایران مشکلی بین المللی است که بر بسیاری از کشورها اثر می‌گذارد. پیگیری برای تولید سلاح اتمی، برنامه رو به توسعه موشکی بالستیک حمایت از تروریسم بین المللی و تجاوز به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای عمان و حریم هوایی بین المللی که جهان هفته گذشته شاهد آن بود از جمله این اقدامات است. به گزارش واشنگتن پست آقای اسپر هنگام ترک بروکسل گفت آمریکا از متحدان ناتو میخواهد ضمن محکوم کردن رفتار مخرب ایران برای اجتناب از افزایش تنش به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خلیج فارس و آبهای بین المللی کمک کند ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از ایران خواست به فراخان پرزیدنت ترامپ برای گفتگو پاسخ مثبت دهد آمریکا به سرعت گفته از خواهان جنگ نیست و عملا و به روشنی میگوید آماده گفتگوی بدون شرط است پیام متحدانمون امروز این بود که تلاشا برای تنجزدایی اجتناب از هر گونه اشتباه محاسباتی اتفاقات ناخواسته و حوادث ناگوار حمایت کنیم به ویژه وقتی که اوضاع از کنترل خارج شود و وضعیت بسیار خطرناکی به بب...